خدود بچه هم بسن گرامی مشکلی هستم لفتن شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز جمعه 13 از ماه جون سال 2008 میلادی، همطور که مطلع هستید و کرارن بنده اعلام کردم، روزهای جمعه و روزهای سه‌شنبه به مدت یک ساعت از ساعت 8 تا 9 لفتن شما هستم. روزهای جمعه نگاه میکنیم به متون قدیم ادبیات ایران زمین و لازم به تذکر هست که ادبیات فارسی برای ما بسیار تفاوت می کند تا فرض فرمایید ادبیات انگلیسی برای آمریکاییان. من در هیچ فرهنگی نمی شناسم که تا این حد ادبیات مهم بوده باشد، یعنی می توان گفت تقریبا همه عناصر فرهنگی و تاریخی ما در ادبیات ایران به جهات مختلف منعکس شده. خب اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. امشب داستان در حقیقت باب قرد و سلحفاظ رو دنبال بکنیم، به قول نویسنده یعنی داستان بوزینه و تنگ‌پشت که به پایان نرسید، و بعد یک داستان کوتاه بسیار جذاب و زیبا که شاید یکی از بهترین داستان‌های کلیله است که مربوط هست به داستان شیر و روباه و خر از زبان بوزینه خدمت شما خواهم خوند. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ بخوانم. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم، شب نشین کوی سربازان و رندانم چشم. روز شب خوابم نمی آید به چشم غم‌پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چشم. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چشم. در کمیت عشق گلگونم نبودی کرم رو، کی شدی روشندگی تی راز تنهانم چشم. در میان آب آتش همچنان سرگرم توت این دل زار نزار عشق بارانم چشم. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه درد از جهانی را بسوزانم چشم. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چشم. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چشم. غزل البته از این مفصل‌تر هست و کوتاه کردیم ما غزل رو. باری در جلسه پیشین یک داستانی رو شروع کردیم از کتاب بسیار بسیار میتونم بگم مهم و عظیم و شأن سیده و جمعه، که هر سبت که یک پادشاهی از میان بوزینگان بازنشست کردن، جهتی که پسری داشت، پسری جوانی داشت، آمدن و او رو پادشاهی گماردن و این پادشاه پیر رو پادشاه بوزینگان بود بازنشست کردن و او رفت در یک جای جزیره نشست و با درخت انجیری دل خوش بود و روی درخت می نشست و هر کنند که از سر تفریح یک انجیری هم در آب می انداخت. در زیر درخت یک سنگ پشتی بود که گمان برد که این انجیرهای خوشمزه و شیرین رو هر کنند که این حضرت از اون بالا از سر مهر می فرستد برای او. این است که یک رفاقتی بین این دوتا به وجود آمد، به حدی که این آقای سنگ پشت به منزل نرفت و از سبب که خانم او دلازرده شد و با خواهرش نقشه کشیدن که این مشکل را حل بکنن و قرار که او خود رو به بیماری بزند و وقتی سنگ‌پشت به منزل آمد او بگویند که چاره درد این گانو یک دوای نایاب است و آن دل بوزینه است. و سنگ‌پشت هم حیران شد میان مبدت و رفاقت و رسم مروت و عشق همسر و سرانجام این عشق همسر تربید به اون دوستی و رفاقت. این از که رفت و بوزینه رو بر پشت خود سوار کرد، در میان آب بود که دریافت بوزینه که نقشه چیست و مطلب از کجاست. در داستان رو ما ناتمام گذاشتیم. بفرمایید که هر کنم که
بخوانیم از کتاب کلیله و دمنه. بله، میگوید که من دل خود رو فراموش کردم، یعنی به جایی که خود رو ببازه این آقای بوزینه و این که از کنم که سرسوده بکنن که این دل غافل ما دلمون رو جا گذاشتیم و نیاوردم با خودم. بله، و اگر جاگاه از این معنی اعلام میدادی دل با خود بیاوردنی، و در این واقعه هم به دل حاجت صورت نمیزندد که هیچی به من از صحبت دل دشوارتر نیست، از بس که غم بر دل بباریده است و آرزوی من در مفارقت او مقصور شده است. میگوید که این دل رو من با خودم نیاوردم، آرزوی من این است که در این پایان هم دل رو به کناری بگذارم، به خاطری که محل رنج هست و میخوام که ازش جدا بشم، مگر اندیشه هجران عهد و عشیرت و تفکر ملک و ولایت به فراغ او کم گردد و یک چندی از این غمهای جگرسوز و فکرتهای جنگداز برهم. بله، این داستانی که دل محل غم هست، محل عشق هست، چنین است و چنان است، یک ادبیات دامنه‌داری هم به دنبال دارد و این همه رو نقل میکنه. سنگ‌پشت گفت چرا دل، چرا گفت دل چرا رها کردی؟ گفت بوزینگان را رسم است که اگر به زیارت دوستی روند و خواهند که روز به ایشان مبارک باشد دل با خود نبرند که مجمع رنج و محنت و منبع غم و مشقت هست. چون به خانه تو می آمدم خواستم که اون که دیدار تو بر من تمام شود. با خود گفتم زشت باشد که خبر مرض این مستوره بشنودم دل با خود ببرم و ممکن است که تو معذور داری که حال من در دوستی خود می شناسی، لیکن اون طایفه به هم برند که من با چندین سوابق دوستی که میان ما ثابت است مگر در این محقر مضایقت می نمایم و طلب رضای تو در اون چه منظره‌ای راجع نمی گردد فرو می گذارم. اگر بازگردی تا ساخت آیم نیکوتر سنگ پشت برفور بازگشت و بوزینه را به کنار آب سانید. بوزینه به تک بر درخت رفت و سنگ پشت ساعتی زیر درخت منتظر بود. آواز داد، بوزینه بخندید. خب گفت که منو برگردون تا دل رو با خودم بردارم، و وقتی که از کنم برگشتم به تک یعنی به دو دست روی درخت، به تک یعنی به دو کنست بر تک رخش مهمون کنم، به تیغ و به کوپا درمون کنم. این امروز دیگه این واژه بسیار زیبا هم از زبان ما رفته بیرون رفته. درخت بر یکی پیش ما اومد جوان، به تک در پیش گوستندی جوان، به دو گفتم این روز ریز ما اونست و بند که می آردن در پیش گوستند. باری به تک اینه بوزینه فرید و به طرف رفت. بعد اینجا دو بیت عربی هم داره که ازش می برین. ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی، در شرط من نبود که با من چنین کنی. من اون در مملکت و آخر رسانیدم و گرم و سرد روزا و ششیدم، از این حدیث سرگ و سر و بیشتر مجلس مردان منشین، که سستی عهد و بیوفایی و قدر تو را به چشم خرد میبینم و نیز گمان نبر که من چون اون خرکیم که روبا گفت دل و گوش هداد سنگ پشت پرسید که چگونه بود آن. حالا این داستانهای کلودمی برکست که هر حادثه ارز کنم بروز میکند، یک داستانی هم به دنبال آن از توی یکی از این قهرمانان حکایت دیان میشه. اینجا از سبب که حالا که بوزینه رفته و دور شد از سنگ پشت و روی درخت، گفت گمان من سرگرد کشیدم، من پادشاه بودم، چنین بودم و چنان بودم، تو هم بیوفایی و قدر خودت رو به من ثابت کردی. این است که گمان مبر که من اون خر هستم در داستان شیب رو با خر. و سنگ‌پشت می‌پرسد چگونه بوده است آن، یعنی اون حکایت چگونه حکایتی است برای من بگو. حالا این داستان رو یکی از زیباترین این داستان هاست و در باب ما آدم ها بسیار صرف میکند، و کسی که دو بار فریب بخورد هر کنم که نهایت حماقت او رو نشان میدهد. و در زبان انگلیسی یک مثلی میگوید که You did it once, shame on you. You did it twice, shame on me. یعنی یه بار منو فریب دادی، شرم بر تو باد. دو بار منو فریب دادی، شرم بر من باد.
این حکایت از کنن که ما ایرانیان هست و داستان آخوندها که نه یه بار و دو بار و ده بار و صد بار و اینها به طول یک تاریخ اینها ما رو فریستن. باید این داستان باید نست که چگونه انسان ممکن است دو بار فریب یک نفر رو یا یک ایدئولوژی رو بخورن. خب میگوید که آوردن که شیری بود و او را گر برا آمده بود، شیر بیماری گری گرفته بود و چنان قوت از او ساقط شده که از حرکت باز ماند و نشاط شکار فرو گذاشت. به واسطه بیماری که بر شیر حاضر شد، که بیماری گر بود، بیچاره زورش کم شد، عرض میکنم نیروش نقصان گرفت و نشاط شکار دیگه نداشت و شیرم باید شکار بکنه تا زندگی بکنه. باری و در خدمت او روباهی بود، این حضرت روباه در خدمت حضرت شیر خدمت میکرد. بله روزی او را گفت ملک این علت را علاج نخواهد فرمود؟ آقا نمیخوایی مالجه بشیم چکار کنی با این داستان؟ شیر گفت اگر دارو دست هست که هیچ وقت تأخیر جایز نشمرم و گویم جلو گوش خر می باید و طلب اون میسر نیست. چه خوب گفت که من میخوام مالجه کنم، اما دل و گوش خر، این مالجه این بیماری من اما از کجا میگیرم؟ بله گفت اگر ملک مثال دهد در آن توقفی نیفتد. روبا گفت که تو فرمان بده کاری نباشه من پیدا کنم. و در این نزدیکی چشمه‌ای و گازری هر روز به جامع بله به جامع شستن آوید و خری رخ چشه اوست و هر روز در اون مرزاد می شرد. او را بفریبم و بیاورم تا ملک دل و گوش او بخورد، باقی بر بندگان صدقه کند. یه رخشی هست اینجا، یه خری داره رخ داره بار میکنه میاره دستگاه لاندری اون روزگار نسی که اینجوری بوده است که از کنن که همین رخشو وقتی کسی مردم جمع میکرده بار خری میکرده میبوده میشست و آفتاب میکرده بر میگردونده. این یه خری بیچاره از میکنم که بارکش این آقای رخشوی بوده. گم یارم تو بخور اون هر سبتی دل و گوشی که بخور، بازم بر بندگان صدقه کن، ما هم در اطراف میکریم چیزی میخوریم. شیر این شرط به جا آورد و روباه به نزدیک هر رفت. این داستان خیلی شیرین و جذاب است، واقعا حکایت این داستان به طور روزمره هم برای ما اتفاق میفته. آدم نه بله و تلطفی نمود. روبار هم خیلی مهربانی کرد، سلام بلند بلایی کرد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و از این داستان ها با این خری بیچاره. تلطفی نمود یعنی مهربانی کرد، لطف کرد. اونگاه پرسید که موجب چیست که تو را نزار و رنجور میبینم؟ گفت این گازر بر تواترم خار فرماید و تیمار علف هم کند. روبا گفت مخلص و محرب محیا، به چه ضرورت این مهنت اختیار کردی؟ گفت هر جا که روم از این مشقت خلاص نیابم. روبا گفت اگر فرمان بری تو را به مغزاری برم که زمین به زمین او چون کلبه گوهر فروش و الوان جوهر مزین است و هوای او چون تبله عطار به نسیم مشک و عنبر معطر. حض میکند اینجا حض کنم که یک اصل غیر ضروری رو به قرینه، یعنی در حقیقت عبارت این چنین بوده است که زمین او چون کلبه گوهر فروش و الوان جواهر مزین است و هوای او چون تبله عطار به نسیم مشک و عنبر معطر است. این رو بزن حض رو به قرینه، چون یک اصل آمده است دوم ضرورتی نداره کلام رو زیبا میکن. به خصوص در گلستان سعدی ما بسیار از این حرف های به قرینه بسیار میبینیم. گو آقا اینجا چه داستانی است؟ مخصص و از کنم محرب محیات راه فرار هست، تو چرا تن دادی به این داستان؟ بیا رها کن، من تو میبرم به یک جای دلگشایی که صفا کنی. خلاصه خریبی شد. بله نه امتحان به سوز چنان موضعی به دست، نه آرزو سپرد چنان بقعتی به پای. و پیش از این خریدیگر را نصیحت کردم و امروز در عرصه فراخ من نحمد می خرامد و در ریاضه هم نومت در وقت می گذارد. چون هر این قصور بشنود خام تمعی او برنگیخ تا نان روباه پخته شد. و آقا قبلا یه خریدی هم مثل تو نصیحت کردم، الان خیلی قلبش خوب شده. از سبت که در اون تفریه معروف خانه خریده بود، از سبت که
خیلی روز احوالش درسته اینا، اگر به حرف من گوش کنید، اونقدر خان تا نان روباه پخته شد. نان روباه پخته شد یعنی آرزو روباه برآمد، کارش گرفت، سخنش در او تأثیر کرد. بیچاره خر بدبخت رو، بله، گفت از اشارت تو گذر نیست، چه میدانم که برای دوستی و شفقت این دل نمودگی و مکرمت می کنی. بابا من شکی ندارم، خر با شکی ندارم که تو از راه دوستی و محبت داری به من این همه لطف میکنی، من دعوت میکنی، شکی ندارم. بله، روباه او را به نزدیک شیر برد. بله، شیر چون زار و نزار بود، قصدی کرد و زخمی انداخت، مؤثر نیامد به سبب ناتوانی. خر بگریخ، روباه از ضعف شیر زختی تعجب نمود، که کدام بدبختی از این فراتر که مخدوم من خری لاغر نتوانه شکست. خلاصه شیر کمی کرد، از سبب که خر بیچاره آمد به اون مرغزاری که توصیفش خدمتتون گفتم، اینجا زخمی انداخت و مؤثر نیامد، چون زار و ندار بود، لاغر بود و ضعیف بود و خر تراش. روباه هم به خودش گفت که عجب گرفتاری از این بدتر نیست، این ارباب ما، این پادشاه ما خریدا نتوانست شکست، یعنی نتوانست خر به شکار بکنه، این داستان ما چرا خرابه. این سخن در شیر گران آمد، روباه خودش حرف زد، شیرم فهمید. حالا اینجا روانشناسی قدرت رو به زیباترین وجه اینجا بیان کرده، یکی از بزرگترین مقالطات تاریخ در اینجا تحلیل شده. دوستان توجه بکنید جواب شیر. روباه گفت آقا این چه داستانی که پادشاه ما، این شیر سلطان ما، نتواند خری رو شکار کنه؟ چه گفتید؟ این سخن به شیر گران آمد. همیشه تشکیلات قدرت سر می‌خوره اگر کسی یک انتقادی بکنه و اینها، مسلماً غیر قابل قبول هست. چیشگاه نمیشه صحبتی کرد، آقا بیشگاه قدرت کاری. این سخن در شیر گران آمد، اندیشی که اگر بگویم اهمال روا داشتم، به تردد و تحیر منصوب کردم، و اگر به قصور قوت اعتراف کنم، سمت عجز را التزام باید نمود. آخر فرمود که هر که پاسخان کنن رعیت را بر اون کو استکشاف کرد نیست. شیر گفت که خیلی خوب، اگر من میگم دوستی کردم، بنابراین من عنوان سلطانی مردد و متحیر شناخته میشن، این برای من بده. اگر هم بگوین که حضورش رو نداشتم و قوتش رو نداشتم، اون هم از این بدتر هست. بنابراین چی بگم؟ گنگوید که هر چه پاسداهان کنند، رعیت را بر اون وقوف استشاف شرط نیست، که حاضر هر کس بدون نرسد که رای ایشان بیند، و هر چه اعلی حضرت تصمیم میگیره اون درسته، اصلا وظیفه تو نیست. مرسی که فکر کنی اعلی حضرت چی کرد یا اعلی حضرت چی تصمیم میگیره، اصلا حد تو رعیت نیست که فکر کنی رسول قدرت چی کار میکند. زمین ها هر که ایشان میفرمایند عین ثواب است و عین مصلحت است، یعنی که در پیشگاه قدرت اینا هر گونه سخن، هر گونه نقدی شایسته است، هر چه امر مبارک باشد همون صحیح و درست است. حج رعیت نیست که هر کنم که به کار پاسته به خالت نمید که تو چه نتوانستی، اینها یک چیزاست که شما نمی فهمی، نه این که شاه دارای زحفی. در باب دین هم همین هست، میگوین شما تفکر در خالق حرام است، در ذات خالق هیچ کس حق نداره تفکر کنه، اما در باب مخلوق و مصنوع تفکر جایز است. و این قرآن رو شما با عقلتون که نمیتوانید درک کنید. میگوست آقا از تو عقلم درک نمی کنم، با کجا باید درک کنم؟ اگر این برای من گفته شده، من باید بکنم با عقلم بتوانیم این تعبیر رو تفسیر کنم. اگر با لوز و معده و عرض کنم که قوزک پا هست بفرمایید، چون وسیلهی برای تعبیر و تفسیر و فهم جز عقل که وجود نداره، تنها وسیله تفسیرگر در جهان هستی عقل است. اینا میگن شما با عقلتون نمیتوانید بفهمید، شما فقط اجرا کنید، اونم دستگاه قدرت استبدادی دین هستی، تفاوتی نمی کنن. این دستگاه قدرت در ذات این یک گونه عمل میکنن. اینجا این آقای شیر هم به همین بشه، یعنی در واقع
موضوع عرض کنم که به وجود آمدن پروتستان ها و اینها در مقابل کلیسای کاتولیک و اینها این بود که اینا میگفتن هیچ کس نمیتواند بفهمد که این انجیل چه گفته، فقط ما میفهمیم، ما کشیش ها در کلیسا میفهمیم، مردم نمیفهمند و هیچ کس حق ندارد اساسا در این حیطه وارد بشود. از سبب که تا اینکه پروتستان ها پیدا شدن و به مردم این امر تقدم که هر کسی به هر نحوی میخواهد این انجیل رو بفهمد و تعبیر کند و تفسیر کند و رابطه انسان با خدا هم کاملا رابطه شخصی است و هر کسی میتواند مناسبات خود رو با خدا برقرار کند بدون واسطه آخوند. اینم جواب اونها بود که این اروپا به آزادی رسید و به آبادی رسید و به روشنی رسید و علوم به وجود آمدن، همین بود، در همین یک نقطه کوچک بود. حالا یک بار دیگه خدمتتون میخونم ببینید چه اندازه عمیق و عظیم هست مطلب. بله این سخن بخشی گران آمد، اندیشید اگر بگویم اهمال روا داشتم به تردد و تحیر منسوب کردم، و اگر به قصور قوت اعتراف کنم سمت عرض را التزام باید نمود، آخر فرمود حرف پادشاه کنم رعیت را بر آن وقوف و استکشاف شرط نیست که خاطر حرکت بدان نرسد که رای ایشان بیند. تو را این سؤال نمی باید کرد، از این شب در گذر و حیلت کن تا خر باز آید. مثلا سلام الملوک ملوک سلام، هر که پادشاه بگوید این عینه این است. و یک داستان زیبایی در چهار مقاله هست که بعد از اینکه این کلیله را تمام کردن خدمت شما یا برای قسمتتون میخوانیم و اون این که البته این داستان ساختگی اما بسیار شیرین هست که از سبتی از اون تعدادی که در قسمت خوارزمشاه بودن دانشمندان محمود دامه نیستد به خوارزمشاه که شنیدم جمع در کتلا در قسمت شما هستن اونها رو فوری خدمت ما بسید که ابن سینا نرفت است و حسن ابو سهل مسیحی نرفت است، اما حکیم بیرونی و یکی دو تن دیگر اینها رفتن به خدمت محمود و بعد داستان ها و افسانه ها از اینجا ساخته شد. یکی این که نیجیان یک در باقی بود که محمود در از کنم که به شراب می نشست، یک در قبی داشت یک در شرقی، اینها گفته که منجمی به ما بگو که من از کدام در بیرون روم. داستان خیلی شیرین آورده نظامی عروضی و هر سبت که ابو ریحان هم مطلبی نوشته بودشن زیر دوشک، وقتی که مطلب نوشته شد دستور داد کلنگ آوردن مثلا درش در بخش شمالی باغ یک دری کندن و محمود از اون بیرون رفت آمد نامه در بودن جن نوشته است که نظر شرقی بیرون خواهد رفت ملک نظر غربی، بلکه یک سوراخی به دیوار شمالی خواهند گذاشت. عصبانی شد گفت این رو از ساختمان بلند بیاندازی، او رو انداختن پایین و پاش دید کردید بعدی سالم آمد به زمین. و سلطان گفت است که تو که منجمی چگونه ندانستی ما امروز تو رو به قصد کشتن پرتاب بکنیم؟ گفت از کن ملک تو سلامت باشد، من این داستان رو هم نوشتم در منزل هست. رفتن آوردن دیدن این مطلب رو نوشته محمود به خشم آمد و دستور داد که بیرونی رو زندان کنن چند ماهی در زندان. و رو گفتن آقا این مرسی دو حقیقت سخنی نگفت. گفت بله حقیقت گفت اما سخن ما رو نفی کرد، این نیست که اون حقیقت گفت یا نگفت، امر ما خراب شد، این است که پادشاه حتی می فرماید این حقیقت است و هیچ فرق ندارد که از کنن که مخالفه او صحبت کنن. اینها شده از بخشی از این فرهنگ ما متاسفانه. بله خب گفت که تو برو هیله بزن یه مکری جنگی و هر رو برگردون. خب از این تعجب درگذر و هیلت کن تا خر باز آید و خلوص اعتقاد و فرط اخلاص بدان روشن گردد. روباه باز رفت خر عتاب کرد و گفت مرا کجا برده بودی؟ روباه گفت سود ندارد. رفتید بله خود بخوام گفت مرا کجا برده بودی؟ روباه گفت سود ندارد، هنوز مدت رنج و اطلاعی تو سفری نشده است. والله جای اون نبود، دل از جا میبایست برد، اگر اون خر دست به داد کرد از صدق شهوت و فرق شفقت بود. اینجا یه نکته جالبی هست. خر گفت آقا مرا کجا بردی اینا؟
خب عزیز من چرا فرار کردی؟ این از سرط لاغری و بیچارگی توی که اینجوری دیدی. اون خر بیچاره آمده بود که از روی صدق و از شدت علاقه، از صدق شهوت، یعنی از میل زیاد نسبت به تو و خرط شفقت، آمد با تو سلام علیک بکنه، تو بودشی فرار کرد. چیزی نبود، چرا گریختی؟ بله، و اگر توقفی رفتی انواع تلطف و تملق مشاهدت افتادی و من در این هدایت و هدایت و دلالت سرخ رو گشتمی. تو اگر یک کم سر میکردی بگیمی چه محبتی در حق تو میکرد. منم سر بلند میشدم از اینکه تو رو بردم اونجا در اون مغزار از کنم که چی. در این مزاج دمدمه میداد تا خر را در شبهت افکن که هرگز شیر ندیده بود، پنداش به او هم خرد. اونقدر این روباه گفت که هر می شود که این خر بدبخت بکرد که واقعا شیری نبوده، اونم یه خر دیگری بوده. اینجوری دید داستان. حالا برگردیم سر از کنم قصه های قدیم در روزگار قرن 18 و اینا، محل عشقت اینا پاریس بوده. در این دسته بودیم از این داستان ها می خواندیم که یک آنکه از همین رجال فرانسه در روزگار وارد منزل میشه، یکی که از اتاق خواب خانمش فرار میکنه از پنجره و این شروع میکنه داد و بیداد. نامش رو یادم رفته، بیشتر از 50 سال پیش داستان رو خوندیم. به شوهرش گفت آقا کسی نبود و او رو در شبهت از که شبهت از که هم دوباره چه دیده و آخرش قبول کسی نبوده، اون چیزی نیده. تلقین کرده به این که این خره اومده بود جلو با تو مهربانی کنه، تو سهر رفتی اینها و اگر واسطه بودی ساده بودی خلاصه. بله، میگوید که بر این مزاج دمدمه میداد تا خر را در شبهت افکن که هرگز شیر ندیده بود، پنداشت او هم خر است. باز آمد شیر او را تعلفی واجب دید تا اسکیناسی یافت و شیر درک است و او را بشکست و روباه را گفت من خودی کنم و اونگاه دل و گوش او را بخورم که معالجت این علت بر این سیاق و فیلتر باشه. بله، این دفعه خر بیچاره رو دو بار سریف این روبا و شیر حمله کرد و خر بردخت و کشت. گفت که علت و صورتی بشورم و برگردم و گلگوش این خر رو بخورم که معالجه فرد من در این سیاق و فیلتر هست، یعنی مردم دستورتان بشورم و بعد بیا اینجا و از کنم که گلگوش بخورم. چندان که شیر برفت روباه جلو گوش خر بخورد. حالا شیر رفت که هر سبت که در صورتشونه، آقا روباه جلو خر و گوشش که قرار بود معالج این بردختی بیچاره باشه اونا رو خورد. شیر باز هم وقت پرسید که جلو گوش کو؟ گفت بقا باد ملک را اگر دل و گوش داشتی که مرکز عقل و محل سمع است، پس از اون که صورت ملک مشاهده کرده بود دروغ من نشنودی و به خدیعت من فریفته نشدی و به پای خود به گور نیامدی. و این مثل بدون آوردن تا بدانی که من بی دل و گوش نیستم. این داستان رو حالا اون بزنی که فرار کرد از دست سنگ گوش و توته اون بانو، اون دو بانو داری آقا نقل میکنه. میگوید که وقتی که شیر باز آمد و هر شبت که دید دل گوش نیست، گفت پس دل گوش این کو؟ گفت قربان کردم گوش محل سمعه، یعنی آدم گوش داشته باشه فریسته نمیشه، به جهتی که یاد میگیره. مولانا میگوید آدمی فروه شود از راه گوش، گاو و خر فروه شود از راه نوش. و دل اگه اینا رو داشت که دوبار فریب من نمیخورد که، بنابراین اینا رو نداشته از با، یعنی در حقیقت شیر رو هم فریب و به شبهت انداخت. بله، اگر دل و گوش داشتی که مرکز عقل، در قدیم فکر میکردن که دل مرکز اینتلیجنس هست، این سخن ارسطو و به خطا از کنم که دیگران هم این رو تکرار کردن، حتی در قرآن روی یک جای آمده است. اینها ارسطو در این بود که ارسطو بسیار اشتباه بسیار کرده، اصل اهمیت بیشتر در این هست که تفکر رو باعث شده و سیستم عقلی آورده. حالا بعدش روزایش جمعه خدمت رو میکنه. او بر این بود که هر چه وقت مغز وقتی این چیچیدگی های مغز رو میدید، گمان میبود که مغز محل خنک کردن خون هست و وقتی میدید انسان دچار عواطف مختلف شد
قلب شروع میکنه تون زدن اینها، ارسطو بر این شد که دل انسان محل عقل هست و اون شما میگویند که هوشمندی میگوییم و هوش و اینتلیجنس به قول این فرنگی زبان ها محلش در دل هست. خودم ها بر این بودم و این دلیل میگوید اگر که دل داشت، یعنی اگر عقل داشت در واقع، خب اگر دل و گوش داشتی که مرکز عقل و محل سمع هست، فقط از اون که سهولت ملک مشاهده کرده بود، دروغ من نشنودی و به خدیعت من پریفته نشدی و به پای خود به گور نیامدی. و این مثل بدون آوردم تا بدانی که من دیدل و گوش نیستم و تو از دقایق مکر و قر هیچ باقی نگذاشتی و من به رأی و خرد خویش دریافتم و بسیار کوشیدم تا کار دشوار شده را آسان گردانم. هنوز توقع مراجعت می باشد، محال اندیشی شرط نیست. سنکوش گفت راست می گویی و اعتراف و انکار من امروز یک مزاج دارد و در دل تو از من جراحتی افتاد که به لطف چرخ و رفق روزگار مرهم نپذیرد. اجازه فرمایید که یک موسیقی به انتخاب واسطان گرامی در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم بقیه این داستان به خدمت شما خواهم خوان. تا چند دقیقه دیگه
عزیز وطن وطن گرامی، یک مصده خیلی کتاب شدید انتخاب وطن گرامی در سال فرمان وطن کلیله و دلمه را میخوانیم. در تاریخ از این قصه ها بسیار اتفاق افتاده. در همین تاریخ صدر اسلام از سبر که شخصیت ها بودن که بخش این روباه رو داشتن در بسیار مهم و کارها کردن. یکی از این هوشمندان که حقیقتا به هوشیاری مشهور هست این عمرو بن عاص هست که داستانهاشو در این تاریخ طبری رو برای شما خواندم که چند بار بیچاره علی بن ابی طالب علیه السلام رو فریب داد، یک بارم عمر رو فریب داد. از سرای که قصهش بسیار هست، این بیچاره هم هر روز فریب میخورد. باری اجازه بدیم بگذاریم و ببینیم که چه گفت این داستان. این روید که این قبول میکنه سنگ پشتی، بله من در رفاقت خیانت کردم و در دل من میگوید از تو جراحتی افتاد که گذشت روزگار هم اون رو جبران نخواهد کرد و داغ بدکرداری در پیشانی من چنان متمکن شد که محضان در وهم و امکان نیاید و غم و حسرت و ندامت سود ندارد. دل در تجرع شراب سرا میباید نهاد و تن اسیر ضربت هجرت را. از این جور استعاره ها مثل شراب فراق و اینها در روزگار قدیم بسیاری از اینها برای اولین بار در کلیلت آمده. پیش از آن در روزگار فرس و سامانیان اینها از این استعاره ها بسیار بسیار کم هست و اساسا نیست. بله میگوید به همه عمر یک خطا کردم، قبل تشویر صد خطا خوردم. چه چهت مکشبی زمان خوشنود تا من امروز گردان گردم. این فرق مقرر گردانید و خواهب و خاسر برفت. یعنی سنگ پشت این از داستان اون که مالی یا دوستی به دست آرد اونگاه به نادانی و قفلت به باز دهد تا در ندامت جاوی دفتد و اهل رأی و تجربت باید که این باب را با خرد و ممارست خود باز اندازد و به حقیقت شناسد که چنین و چنان. و بعد یک داستان دیگری آغاز کردم که بخشی از رو بخونم. خیلی نقطه های جالب هست. توضیح هم خدمت شما عرض میکنم که این ابوالمعالی نصر الله منشی فضول و اصل کلیله که یک سره داستان های هندی بوده است در واقع و تجارب حکمای هند، بعد آمده است به عربی و برگشته و رودکی در جمعه کرده وقتی به دست افتاده. عرض میکنم که یک رنگ اسلامی هم از داستان‌های صدر اسلام و گفتار بزرگان هم در کتاب وارد کرده. فکر می‌کنم این رو در این داستان به وفور می‌شود دید، چون اشاره دارد به رسول، اشاره دارد به معاویه و اینها که خدمتتون می‌خوانم در این وقت باقی مانده. رای گفت برهمن را شنیدم داستان کسی که به مراد خود قادر شد و در حفظان اهمال نمود تا در ندامت افتاد و به معونت قرامت مأخوذ گشت. حتون بیان کن مثل اون که در امضای عزیمت تجدید روا دارد یا مثل اون که جوا دارد و از فواید تفکر و تدبر قافل باشد عاقبت کار و از کنم که خاتمت عمل او به کجا رسد. برهمن گفت باید شعر عربی هر که بنای خویش بر قاعده ثبات خرد و حزم و وقار ننهد عواقب کار او مبنی بر ملامت و مقصور بر ندامت باشد. حالا با وارد قضایه سیاسی دوران حقیقی و نمیشهیم که چه مایه کسان آمدن که کار اینها بر حضم و بر خرد و عرض کنن که دوراندیشی نبود و چگونه با ندامت رو هم شد. داستانها که شما عرض کنن که بهتر میدانید. و تو توجه در خصلتی که ایزد تعالی آدمیان را بدون آراستگر را میدهد جمال حلم و فضیلت وقار است، زیرا که منافع اون عام است و فواید اون خلایق را شامل. بله قال النبی علیه السلام انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم. اینجا عرض کردم داستان های عربی وارد کرده. میگوید که نبی علیه السلام چنین گفت که اگر نمیتوانید با ایثار مال مردم رو در بر بگیرید، یعنی از کنند که اونها رو راضی کنید، با اخلاق خوش با اونها رفتار کنید، از اول خلقیات نیک داشته باشید. و اگر کسی در تقدیم ابواب مکارم
و انواع فضایل مبادرت نماید و بر امثال و اقران اندران پیشتستی و مطابقت جوید، چون درشت خویی و تحتک بدان پیوندد همه هنرهای او را بپوشاند. یعنی کسی که بی خودی خشمگی میشه، هر هنر فضیلتی هم داشته باشه، سهل تأثیره، اون تحتک و تنخویی او خواهد شد و در همه تعها هر آینه از اون نفرتی فدید آید. بله، میگه قال الله سبحانه و تعالی و لا کنت فضا غلیظ القلب لا نفض من حولک. به خلاصه کلام این است که کسی که اخلاق بد داشته باشه و تنخو باشه، مردم از کنار او پراکنده میشن. و در صفت خلیل علیه السلام آمده است که همواره میگوید آه میکشید و میگفت من حلیم هستم، یعنی من بردبار هستم، برای اون که حلیم محبوب باشد و دل و دل خواست عوام به دو مایل و بر وقت معاویه رفتی ین بقی ان یکون الهاشمی جوادن و الامویه حلیمن و المخزومیون تیاهن و زبریون شجاعن. میگوید که معاویه همواره این رو میگفت که میگفت که عرض کنم که بنی هاشم میگوید همه کریم هستن، عمری ها یعنی خود عرض کنم که این آقا عمری بود، عمری ها بردبار و کریم هستن، مخزومی ها عرض کنم که متکبر هستن و زبیری ها شجاع هستن. میگن که این عبارت بود از معاویه میگفتی. حالا زبیری ها یعنی فرزندان زبیر ابن العوام یا عوام که عرض کنم که خیش پیغمبر بود و دو سه پسر خیلی شجاع داشت، یکی عبدالله ابن زبیر بود و دوستان دیگر که اینا بسیار شجاع بودن در عرب. از اینجا به سال آورده این دو هم به سمع شریف حسین علیه السلام رسید و گفت میخواهد تا هاشمیان سخاوت برزن و درویش کردن. حالا ملاحظه کنید تحلیل حسین رو اگر این درست باشه، گفت آقا هاشمیان مردمان کریمی هستن. این گفت این میخواد که معاویه این را میگوید که هاشمیان بخشش کنن و بیچاره بشون، درویش بشون، و مخزومیان کبر کنند تا تبایع از ایشان برمد و مردمان ایشان را دشمن گیرند و زبیریان به غرور و شجاعت در جنگ های دشوار و کارهای سر افتند تا کشته شوند و نسل ایشان منقطع گردد و ذکر بنی امیه که از اقربای اویند به حلم و تمازاری در افواه افتد و در دلها محبوب گردند و خلق را به هوا و ولای ایشان میل افتد و سمت هل جز به صبح و که از مسکون سر حاصل نیاید. حالا این مطلب شما خدمت خوندی که به معاویه از کنم که منصوب می کنن، نشون می دهد که پس معاویه تا چه میزان سخنش نافذ بود که وقتی یک حرف می زد عمل می کردن. تو حسین که این جوابی داده اشاره گفته که هم یکون الهاشمیه جوادن و الامویه حلیمن و المخزومیه تیاهن و زبیریون شجاعن. حسین می گوید این را گفته است که هاشمی ها بیچاره بشن، زبیری ها شجاعت کنن، کشته بشن و از کنن که و اون یکی مخزومی ها منقدر تر کنن که مردم از اینها پراکنده بشن و داره خودش و خانواده خودش رو به هل منتصب میکنی که مردم اینا رو دوست داشته باشن، در حالی که حد می شود که اگر ما تاریخ اسلام معیاری باشه در این حرف ها، تمام کسانی که در کار تاریخ بودن و این شخصیت ها رو میشناختن میگویند معاویه دارای حلمی بود که میگوید حلم رو کوه رو آب میکرد. از اینجور تمثیل ها و تشبیه ها در باب عرض کنند که معاویه آوردن در همین داستان جنگ صفین کم مونده بود که او شکست بخورد، اما هرگز حلم خود رو از دست نداده و این شگفت انگیز هست که در لحظات سخت خودش رو نمیباخت این مرد و تصمیم های خیلی خوب میگرفته به نفع خودش. البته این است که حسین در جواب یک تحلیل خیلی بیمعنی و بدی از حد معاویه کرده. باری خب بله، بعد دوباره از رسول آورده یک چیزی، بعد میگه که کتابکاری پسندیده نیست و با سیرت ارباب خرد و حسافت تناسبی ندارد و میگوید فإن عجلة من الشیطان. زیاد شتاب کار شیطان هست. مثلی هم حتما از این چیز عربی گرفته که رو بیاد مست شیطان هست، تعجیل و شتاب
لطف رحمان است، صبر و احتساب. کسی که عجله میکنه داره کار شیطانی میکنه. و لایق‌ترین سیاق است، حکایت اون ظاهر است، که قدم بی‌وسیلت در راه نهاد، تا دست به خون ناحق بیالود، و بیچاره را سوی را در باد داد. راز پرسید که چگونه بود اون حکایت. گفت آوردند که زاهدی بود و زنی داشت پاکیزه اندام، که از رخسارش صابه صبح را مایه داده بود و رنگ زلفش طلای شام را مدد کرده. خلاصه داستانی را دوباره آغاز میکنه که زاهدی بود که این زنی داشت، داستان را تو اون زن این زاهد از کنم که ناسک آورده اینجا. این داستان رو از بیانده برای شما خواهم خود بکرد. همچنان زن میزنن پیغام میگذارن، پیغام های همچنان رو من همه گوش میکنم، اونهایش که لازم هست یادداشت میکنم و یکی یکی به جد پیغام های شما رو بعد گوش میکنم. از لطف شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم. سوالی اگر هست من در خدمت شما خواهم بود در این تلفن که میرم خدمتتون به مدت یک ساعت، چون مدتی با هم صحبت نکردیم. خدمتتون عرض میکنم 972-292-0101. یک بازی اعلام میکنم 972-292-0101. به مدت یک ساعت بعد از اتمام برنامه در خدمت شما هستم. و هموطنی هم زنگ زده بودن، حالا بیشتر تلفن هایی که هست حاکی از لطف و محبت و عنایت هموطنان هست. اون بعد اوقات هم یک تلفن عجیب غریب هم هست. یک هموطن محترمی تلفن کرده بودن و گفته بودن این فرسی مدرک نمیدونم بورژوا بوده، نمیدونم چی کرده و از این داستان های عجیب و غریب. و من بعد از که اینها رو میشنوم، در روزگار قدیم که تعصبی بود واقعا در زمینه شاهنامه و مطالب مربوط به این کتاب، اما امروز این تعصبات دیگه در بنده نیست. واقعا فقط حس تأسف هست برای یک جوان ایرانی که خودش رو از چه دنیایی محروم میکنه، از چه مایه بزرگی ها و عرض کنند اون همه زیبایی ها که در شاهنامه هست خود رو محروم کرده به خاطر تکرار یک کلیشه‌ای که حالا چند تا توده‌ای در روزگار نمیدونم رضا شاه اینها به میان انداخته بودن که ولی این فردوسی بورژوا بوده و نمیدونم عرض کنم که منافع طبقاتی خودش رو اینها. من نمیدونم باید چه بسی از جانب فردوسی از شما معذرت بخوام که فردوسی توده ای نبود یا مارکسیست نبود. ببخشید شما اگر شما به این سن و سال رسیدید و اهمیت کار رو در نیافتید و مقام فردوسی رو نشناختید و اصلا اهمیت شاهنامه رو نادیده گرفتید تو واسه که خدای نکرده نادانی، من جواب برای شما ندارم. از این مقوله فقط ما از زبان عرض کنم که بعض شبهای نادان ما میشنیدیم سخنها در باب سعدی، در باب فردوسی، در باب دیگر بزرگان ایران. چون عرض کردم اینها آمده بودن که سیاستی دگر بیاورند و چون خط راه این اجرای این سیاست یکیش دین بود، یکیش عرض میکنن که ادبیات ایران بود به خصوص فردوسی که بسیار بسیار مهم بود و در حقیقت محور اصلی ناسیونالیسم ایرانی فردوسی است، با او دشمنی بسیار میکردن. از این کلیشه ها به میان میانداختن و از جوانان از کنن که تن تجربت و دور از مسائل ادبی و هنری هم اینها رو تکرار میکردن در محافظ. این است که اندکی توجه کنیم، کار رو قد سهر نگیریم. اگر یک مرد خود در برنامه آقای محجم همین صحبت ایش آمد، اگر که فرد فرمایستی یک مرد خراسانی پیدا شد 1100 سال پیش قریبا، که از اون روز تا امروز صدها هزار جلد کتاب نوشته شده است و بیشتر اینها گم شدن در گرد و غبار زمان و این کتاب روز به روز درخشان‌تر در جهان اهمیتش بیشتر شد، حتما یک دلیلی دارد. اجازه فرمایید که با سپاس از بارتان گرامی دارتان فرمان و شما خداحافظی کنم تا روز دوشنبه که در خدمتتون موضوع مقدسات رو مطرح خواهیم کرد. و هم که عرض کردم در تلفن 972-292-3-3 هستم. خیلی کوتاه صحبت بفرمایید که شما یک خط بیشتر ندارین که بتوانیم با برای هموطنم هم صحبت کنیم. تا دیدار بعدی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.